سلام به دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام براتون یک شیرینی خوشمزه با کارامل درست کنم. این شیرینی خیلی راحته. من مواد اولیه این شیرینی رو براتون میگم. این شیرینی تقریبا 3 مرحله داره. این مرحله اولشه که من خمیرش رو براتون میخوام نشون بدم. حدود 150 گرم آرد احتیاج داریم، 120 گرم کره، 50 گرم شکر. من برای پختن این خمیر از یک قالب 4 گوش استفاده می کنم. تقریبا میتونید 21x21 یا 21x23 اندازه بگیرید و استفاده کنید. ته قالبتون رو چرب کنید با کره آب کرده، کاملا بغلش و ته ظرف رو من چرب میکنم. بعد یه کاغذ مخصوص فر میذاریم اینجوری، چون بعد که این شیرینی پخته بشه و ما کارامل روش بریزیم راحت میتونیم اینا رو بکشیم و برگردونیم و خیلی راحت از ظرف جدا میشه. خب این از این خمیر خیلی ساده و راحته. فقط به آرد احتیاج داره، شکر، کره رو از قبل میذاریم از یخچال یکم بیرون که یکم نرم بشه. اینو با دست خمیر میکنیم. خب این خمیر احتیاج به برز زیادی نداره، یکم این خمیر شله، به خاطر همین ما از پلاستیک فول استفاده میکنیم. خب این خمیر رو میذاریم اینجا، اینو برمیگردونیم. فر رو از قبل رو درجه 180 بذارین. موقعی که قبل از اینکه میخواین خمیرتون رو شروع کنید، فرتون رو درجه 180 بذارین. من گفتم که این خمیر چون شله میذاریم لای پلاستیک فول، برای اینکه میخواین اندازه تای قالبمون در بیاریم. اینجوری راحت با بردن روش میریم، چون دیگه اینجوری نمیچسبه. بعدش اینو اینجوری تای قالبمون میدازیم به این صورت. باید با همین پلاستیک این خمیر رو تای اینجا با دستمون صاف میکنیم. حدود 25 دقیقه داخل فر میذاریم، میذاریم سرد بشه. بعد مراحل کارامل رو بهتون نشون میدم. خب الان میخوام مراحل کارامل رو بهتون بگم. مواد اولیه که برای کاراملمون میخوایم استفاده کنیم، 400 گرم از شیر عسلی ما استفاده میکنیم، 190 گرم از مغز گردو استفاده میکنیم. البته این سلیقه، به سلیقه خودتون بستگی داره. شما میتونین از مغزهای مختلف برای این شیرینی استفاده کنین. مغز بادوم هم میتونین استفاده کنین. حدود 90 گرم از مغز پسته من استفاده میکنم، 110 گرم شکر و 190 گرم کره. خب من یه قابلمه رو روی حرارت زیاد بالا نباید بذارین، حرارت تقریبا میشه گفت که باید متوسط باشه. این شیر عسل و شیر عسلی رو میریزم توی قابلمه. فقط من باید بهتون بگم این نکته رو که شما باید اینو مرتب هم بزنید، چون میدونید که شیر عسلی خیلی سفته و غلیظه و اگر که هم نزنید ممکنه ته بگیره و رنگش برگرده. برای همین اینو ما یکم هم میزنیم. شیر عسلی میدونید که از شیر گاو تهیه میشه، شیر رو خیلی میجوشونن که آبش کاملا تبخیر میشه، بعد شکر اضافه میکنن
و سفت و غلیظ میشه. خب این شیر عسلیمونو همینطور که ما هم میزنیم یه مقداری در روی حرارت، من اول یه مقداری هم میزنم. این مراحل تا کارامل بشه کاملا دقیقا باید 8 دقیقه تا 10 دقیقه طول بکشه و ما همچنان همینطور به هم زدن ادامه میدیم. خب این شیر عسلی که ما یه مقداری هم زدیم، شکرمون رو اضافه میکنیم و کرممون رو. و ما همچنان اینو هم میزنیم حدود 8 دقیقه تا 10 دقیقه تا کاملا این شیر عسلیمون و شکرمون و کرممون کاراملی بشه و همینطور آروم به هم زدن ادامه میدیم. این مرحله خیلی مهمه که حرارت ما خیلی زیاد نباید باشه که یه وقت ته بگیره و همچنان به هم زدنم ادامه بدیم. خب به این مرحله که میرسه نگاه بکنید، این داره از زیر میجوشه و حالت کفالود هم پیدا میکنه، یعنی تقریبا میشه گفت دیگه کره جدا شده از این و حالت کفالود پیدا کرده و داره از زیر میجوشه. این کارامل ما دیگه تقریبا آماده است. خب کافیه ما دیگه اینو از روی حرارت بر میداریم، میذاریم. شما هر مغزی که تو خونه دارین میتونین برای این کارامل استفاده کنین، حتما نباید مغز گردو باشه، میتونه مغز بادوم باشه، میتونه مغز پسته فقط باشه و هر مغز دیگه که خودتون دوست دارین. خب این مغز گردو رو من به این اضافه میکنم، مغز پسته هم اضافه میکنم، هم میزنیم. ببینید کره کاملا جدا شده از شیرمون. خب این شیرینمون کاملا خنک شده. ما بعد از اینکه مغزا رو مخلوط کردیم با کاراملمون، همون موقع ما اینا رو میریزیم روی شیرینیمون به این صورت. خب روی اینو با همین قاشق صاف میکنیم. اینو ما بعد کاملا خنک که شد شروع به بریدن کنیم، در غیر این صورت اصلا نمیتونیم قشنگ و خوب ببریم. برای همین بعد از اینکه روی اینو کاملا صاف کردیم، میذاریم توی یخچال که کاملا خنک بشه، بعد میاریمش بیرون و میبریمش. خب این شیرینی ما مدت 2 ساعت داخل یخچال بود، حسابی خنک شده و سفت شده. حالا ما اینو به هر صورتی که خودمون دوست داریم میتونیم ببریم، میتونیم به اندازه‌های کوچیک، به اندازه‌های بزرگ. من اینو اول میام از وسط نصف میکنم خب من اینو الان از وسط نصف کردم، دوباره اینو باز نصف و دوباره نصفش میکنم. من همه اینا رو به این اندازه ریز کردم، شما دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره، میتونین بزرگتر میتونین کوچیکتر ریز کنین. شکلات رو من در مکروویو گذاشتم به مدت
40-50 ثانیه بعد در آوردم هم زدم. دوباره اگه دیدیم که شکلاتمون آب نشده دوباره یه چند ثانیه اضافه میذاریم و یا میتونیم به طریقه این که یه قابلمه رو که در حال جوشه شکلات رو ریز کنین، بذارین تو کاسه روی قابلمه که در حال جوشه و هم بزنین تا شکلاتتون کاملا حل بشه و بذارین یه مقداری سرد بشه و روی شکلاتامون رو روی این شیرینی های کاراملیمون رو دیگه به با قاشق احتیاج نیست که حالا حتما خیلی مرتب و منظم اینجوری روشون رو یک خط شکلات می‌ریزیم. خب من روی این شیرینی ها رو یه خط شکلات ریختم، میخوام با روشون رو با مغز پسته و گردو تزیین کنم. میتونین رو هر کدوم هر مغزی که دوست دارین بذارین. خب من روی این شیرینی ها رو با مغز گردو و پسته تزیین کردم، خیلی قشنگ شده، به نظر خودم خیلی خوشمزه و عالی شده. امیدوارم این شیرینی خوشمزه و خیلی قشنگ رو برای عیدتون درست کنین و برای دوستای عزیزتون و فامیل عزیزتون با همدیگه بخورین و از این شیرینی خوشمزه و خوشگل لذت ببرین. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپرم. خدا نگهدار.